Which one is this? روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZN TV. بیش از 622 سال از تصرف اصفهان توسط نیروهای امیر تیمور گورکان یا تیمور لنگ و قتل عام مردم آن و ساختن مخروطهای 10 متری از کله های مقتولین می گذرد. اصفهان در 27 آگوست سال 1387 ترسایی پس از یک مقاومت چشمگیر به دست تیموریان افتاد. مورخان قتل عام اصفهانی ها به تصمیم امیر تیمور را متفاوت از قتل عام و کور کردن کرمانی ها به دستور آقا محمد خان قاجار که هر دو از نژاد مغول بودند دانستند. تیمور یک مهاجم خارجی بود ولی آقا محمد خان ادعای ایرانی بودند و حکمرانی بر ایران را داشت. امیر تیمور در همین سال شیراز را هم متصرف شد. تیمور از قبیله مغولی بارلاس بود. این قبیله در زمان چنگیز خان به سینکیانگ و اویغورستان امروز گوش کرده بودند و تیمور در فرارود یا ماورالنهر متولد شده بود. وی با اینکه سواد کافی نداشت، علاقه‌مند به فلاسفه، ادیبان، معماری و بازی شطرنج بود. امیر تیمور در سال 1393 بغداد و در سال 1398 دهلی را تصرف کرد و در جنگ آنکارا ایلدرام با یزید سلطان عثمانی را به اسارت گرفت و تا زمان مرگ در قفس آهنین قرار داد. اروپاییان اقوام مغولی را تاتار می‌خواندند و به همین لحاظ مورخان غرب تیموریان را در ردیف تاتارها قرار دادند. تیمور که سه بار به ایران لشکر کشید و در 69 سالگی در سال 1405 ترسایی درگذشت، در طول 35 سال مناطقی از مرز غربی چین تا مدیترانه را تصرف کرده بود. او سمرقند را پایتخت قرار داد که با این استناد ازبک ها وی را مؤسس کشور خود می دانند. از زبان خود او نقل است که در هر شهری که دزدی دیدم گردن داروغه آن شهر را زدم، چون یا دزد با داروغه هم دست بود یا داروغه در خواب. وی 600 نفر را در یک روز گردن زد. ایشان حافظ کل قرآن بودند و به قدری مسلط بودند که قرآن را هم برعکس می‌خواندند، یعنی حتی از آخر به اول.